هر خلق و کشور نشانه های دولتداری خود را دارد و به این مقدسات صمیمانه ارج میگذارند. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه کوشانیان و کل ساکنان ناحیه در روز استقبال از جشن نوروز بین المللی در شهرک به نام اسماعیل سامانی میدان پرچم ملی و نشان دولتی را بنیاد کردند که به سیمای مرکز ناحیه زینت بیشتر ضم میکند. پایه پرچم دولتی در بلندی بیشتر از 50 متر و متای پرچم باشد با پهنایی 7 و درازی 14 متر پرافراخته شده، نشان دولتی نیز خیلی بالا بلند است. بنیاد چنین رمزهای دولتداری در مرکز ناحیه کوشانیان نشان احترام و صداقت به پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان است. همین است که جشن نوروز بین المللی در میدان این ارزش‌های ملی جریان گرفته، ساکنان از تأسیس همین گونه جای زیبا و مکان مقدس خوشحالی میکردند. کل ساکنان ناحیه کوشانیان از بلند شدن پرچم ملی افتخار زیاد کرده، نقش و اعتبار آن و حرمت آن را به فرزندان و جوانان تلقین میکردند. کارخانه کرکرد روغن در ناحیه کوشانیان از جانب صاحبکار وطنی شهاب الدین اسماعیل زاده بنیاد کرده شده، اصلا به تازه و صفتناک گردانیدن روغن نگرانیده شده است. اقتدار کارخانه روغن تازه‌کنی در یک شبانه روز 10 تن محصولات بوده. صفت انواع غذایی بعد از خلاصه متخصصان مرکز ولایتی تاجیک استاندارد کفالتناک دانسته شده است. تکنولوژی کارکرد محصولات از دولت‌های خارج آورده شده، با طلبات امروزی رشد صنعت خوراکبری جوابگو میباشد. طور صاحبکار شهاب الدین اسماعیل زاده اظهار داشت عین زمان در این کارخانه 15 نفر با شغل تامین گردیده، نیت دارند که در آینده تعداد کارگران را به 30 نفر رسانند. روغن آزاده و شایسته کارخانه مذکور در بازارهای داخلی شهر باختر و اساسا در نقطه های تجارتی ناحیه کوشانیان پیشکش ساکنان گردانیده می شود. مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان و ناحیه کوشانیان افتتاح این کارخانه صنعت خوراکبری را از جانب صاحبکار محلی تحفه ارزنده به استقبال بهار و نوروز ارزیابی می کنند. گروه کاری بعد از شناسایی با فعالیت کارخانه روغن تازه‌کنی به گرمخانه خوجگی تخم پروری حاصلات تشریف آوردند. گرمخانه لیمو پروری همگی یک چند سال پیش تأسیس داده شده، در داخل آن اساساً نهال لیمو و با نظرداشت استفاده مقصدنوک هر پارچه زمین در قطار نهال ها سبزوات تر و تازه را نیز پرورش کرده ایستادند. به خاطر تامین برنامه تامین آذوقه‌خواری مملکت، به خاطر صادرات کردن محصولات به خارج کشور و تامین بازار داخلی، ما عزم کردیم که بیشتر قریب 400 دانه نهال لیمو رو در گرمخانه ها شنونیم. علاقه در سال سیوم حاصل اون نمایان است. تا به وای رسیدیم درختان لیمو، ما باز در اطراف این در بر اینا باز کارتوشکا با درینگ پمیدار کرده از اونها هم حاصل نغز گرفتیم با بربختر که اون هم برای تامین کردن بازاری داخلی است. در چور گرمخانه زمانوی در برابر میوه های سیتروسی همچنین کارتوشکا، پمیدور و بودرینگ و قلفینای رو نیز استحصال خواهند کرد. علاقه در حضور مهمانان به جمع‌آوری حاصل نوی کارتوشکا شروع کرده شد. تجربه در زمستان استحصال کردن کارتوشکا در داخل گرمخانه ها سال دویم است که راه‌اندازی گردیده. روبریت خوجگی از این طرز استحصالات و در چهار فصل سال به دست آوردن کارتوشکای تر و تازه اظهار قناعت میکنند. هدف از تشکیل چنین گرمخانه های زمانوی این زیاد کردن استحصال میوه های سوبتروپیکی و تطبیق برنامه آذوقه‌خواری ارزیابی می شود. خوجگی تخم پروری حاصلات ناحیه کوشانیان همگی 325 گکتر زمین کرم آبی دارد. هر سال در 270 گکتر پخته پروریش کرده شده، استحصال چگیت تخمی را سالانه تا 400 تن برابر می کنند. علاقه خوجگی های ناحیه کوشانیان و قسمان ناحیه های همشفت از تخمی های ایدیسا، فلش و ختلان 2014 که محصول تخمی پروران خوجگی حاصلات دونسته می شوند استفاده می کنند. باغ خوجگی مذکور هم نو تشکیل بوده، امسال ثمر خواهند داد. در این باغ سه نمود شفتالو
و دیگر میوه‌های دونکدار نیز نگاه‌وبین کرده شده. انواع شیرین اساساً در بازارهای داخلی پیشکش ساکنان گردانیده می‌شود. بهار و نوروز امسال در نشونمای باغ‌ها مساعدت خوب دارد. با رعایت همه طلبات پرورش باغ و تاکزار نیت دارند که حاصل دلخواه میوه جمع آوری نمایند. در شفت لیموخانه ها 6 هکتار باغ بنیاد کردیم که بیشتر درختان آن آلو است. برای صادرات 1 هکتار آن شفتالو است. هم بر وقتی هم در ماه آگوست میرسیدگی. 50 ساتی خان از زردالو است که این هم برای تامین بازاری داخلی است. نهال های شفتالوی ما نهال های پیوندی است. نهال های آلو بالو هم پیوندی است، زردالو هم پیوندی است. در دویده گیرامی داشت از سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در حدود خوجگی تخمی پروری حاصلات ناحیه کشانیان اقدام های آبادانی و سازندگی وسعت داده شده. در برابر کبودی‌زارکنی همزمان مشکلات بخش کمونیکاسیونی نیز حل و فصل کرده می شود. اویله اسماعیل زاده ها در خوجگی حاصلات ناحیه کشانیان تصمیم گرفتند که راه دیهای حاصلات را در مسافه 4.5 کیلومتر از نو بنیاد نمایند. تدبیر مذکور در دایره سالهای رشد دیهات، سیاحی و هنرهای مردمی راه اندازی شده، به همین وسیله رفت و آمد ساکنان و واسطه های نقلیات بهتر و خوبتر گردانیده شد. در همین مقدار مسافه همزمان پایه های آهنی نصب کرده روشن نمایی روستا را تامین نمودند. بعد از اعلان شدن سالهای رشد دیهات، سیاحی و هنرهای مردمی ساکنان دهه حاصلات ناحیه کشانیان با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی تصمیم گرفتند که در حدود محل زیست خود انشاءات مهم مرکزهای خدمت رسانی بنیاد کرده کوچه ها را پر اسفالت پوش و چراغان گردانند. خیلی که به همگان معلوم است سالهای رشد دهات و سیاحی از طرف پیشوای معظم ملت که اعلام شده بود در دهاتی زرگر این اقدام ها به خوبی حسن انجام بخشیده شده است. راهی مو فرش کرده شده که 4.5 کیلومتر در بر میگیرد. از حساب صاحب کاران همین دهه اویله اسماعیلوف ها که یکی از اویله های نمونه ترین در همین دهه عبارت می باشند، این راه به استفاده داده شد که در سالهای پیش این راه به دشواری ها دچار می شدند. این چنین دیگر ساختمان از آن جمله باز بنگاه تیبی یعنی مرکز سلامتی با استفاده داده شده در حدود همین دهه. این چیز یکی از انشاءات مهمترین بود چون که در اینجا زیاده از 7000 اهالی زندگی به سر دارند. تا مرکز جماعت رفتن قریب 3-4 کیلومتر که در بر میگرفت در همین حدود دهه همین با استفاده داده شده است. اکنون شبانه نیز دهه حاصلات ناحیه کشانیان روشن و زیبا بوده، برای رفت آمد باشندگان قریه مذکور هیچ مشکلی باقی نمیماند. روشن نمایی و چراغان کنی در مسافه زیاده از 5 کیلومتر در سطح بلند انجام کرده شده است. کوچه ما مانند یک کوچه شهرک شد که چراغان در اونجا نورافشانی میکنند. کوچه ها آسفالت هستند، خلق بالیده است، همه منتداری خود را بیان میکنند. بار دیگر منتداری خودم را از نام اهل همین دیا به جناب عالی پیشوای ملت بیان می نمایم. همچنین با سهم اویله اسماعیل زاده ها در دیهای حاصلات مرکز سلامتی حاجی عبدالعزیز به استفاده داده شده است که زیاده از 5.5 هزار نفر اهالی دیهات از آن برخوردار می گردند. واقعا هم در سطح محل بنیاد کردن چنین انشاءات تندرستی از تطبیق دستور و هدایت های پریزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان درک داده رسالت وطن دوستی اویله اسماعیل زاده ها را تجسم میکند. قبلا برای عادی ترین احتیاجات طبی ساکنان دهه حاصلات تشویش های زیاد داشتند. اکنون در سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی و در عرفه عید نوروز همین ارمغان ایدونه خدمت رسانی باز هم بهتر طبی را راه اندازی خواهد کرد. افتتاح مرکز سلامتی به نام حاجی عبدالعزیز این یک تحفه نوروزی از اویله اسماعیل زاده ها برای ساکنان دهه برای حاصلات ناحیه کشانیان می باشد که تا این دم مردم راه دراز را طی کرده به مرکز ناحیه به مرکز ولایت می رفتند.
باعث خوشبختی و سرفرازی است که چنین مرکز سلامتی زمانوی که دارای 8 حجره می باشد، حجره دندان پزشکی، حجره مامادویا، حجره خطنسوری، حجره دکتری عضوهای درونه، تشخیص اولتراصدایی و یک داروخانه ای که سالهای پیش مردم برای یک داروی تب را پس کردن به مرکز ولایت در شبها که مبلغ زیاد را صرف کرده میتونم که آزادانه آمده از اینجا خریداری کنم. تشبوس های جناب عالی برای سال رشدی دهات سال 19-2021 یک تحفه ارزنده می باشد که باعث سرفرازی ما مردمی شریف همین دهه می باشد. همزمان در دهه مذکور با دستگیری به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان یک مکتب موثر و سه کابینت تکنولوژی تعلیم مهنت بنیاد کرده شد. روان اقدام های سازندگی در بینای ایلوگی مکتب رقم 11 از جانب بنیاد ملی اجتماعی مبلغ‌گذاری تاجیکستان صورت گرفته، در اینجا 10 سیمخانه برای بیشتر از 200 نفر خواننده فراهم ساخته شده است. مینداری خود را پیش از همه با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب علی امامعلی رحمان رساندنیم که با تشبوس اعلان نمودنی سالهای 2019-2021 سالهای رشد سیاحی و هنرهای مردمی در تمام گوشه کنار جمهوریمان کارهای آبادانی سازندگی رفته ایستاده است. امروز شما خود شاهد هستید که در دهه ما نیز با تشبوس پیشگرفته اساسگذار صلح و وحدت پیشوای معظم ملتمان کارهای آبادانی سازندگی با مرام وسعت یافته ایستادند. چنانکه شاهد شدید بینای تعلیمی ایلاوگی در مؤسسه تعلیمی رقم 11 که با نارسایی جای نشست احساس میشد پورا از بین برداشته شد. مردم احساس میکردند رخ ها در حالت ولنگار قرار داشتند. اشخاص سخاوت پیشه 4 کیلومتر راههای داخلی دهه ما پورا منفرش گردید. اینچنین چراغان کنی دهه با تشبوس این آیله سخاوت پیشه با انجام رسید که مومینداری خود را از نام شخصا خودم و از نام ساکنان دهه با آنها بیان میکنم که چون اقدام نجیبی پیش گرفته را منبعد در آینده نیز دوام دهند. ما نسل خوشبخت دوران صاحب استقلالی کشورمان هستیم که در چنین مؤسسه های تحصیلات عمومی زمانوی تحصیل علم و دانش نموده از بخت نکوی خیش میبالیم. امروز ها با استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی کارهای سازندگی و بنیادکاری وسعت تازه کسب نموده است. مؤسسه تعلیمی با طرح زیبای معماری قامت افروخته از مجلسگاه، نظام کابینتی و دیگر اتاقهای یاری رسان عبارت می باشد. ساکنان دهه حاصلات ناحیه کوشانیان برای چنین غمخوری های حکومت جمهوری تاجیکستان قبل از همه به سرور دولت همان محترم امام‌علی رحمان اظهار سپاسگزاری میکنند و افتتاح تعلیمگاه نو را تحفه ارمغان ایدانه نوروزی از جانب پیشوای ملت میدانند. در مهلت خیلی کوتاه با ما یک بنای مکتب ایلاوگی تشکیل کردند که خوانندگان ما در سه سیمینه تحصیل میکردند و این سه سیمینه از ما برهم خورد. کلی ساکنان دهه حاصلات دست جمعانه مهنت کرده با درک اهمیت تدبیر مهمی سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی وضع انفراستراکتور محل زیست خود را باز هم بهتر و خوبتر میگردانند. سال تا سال مساحت گربخانه ها در ناحیه کشانیان وسیع کرده می شود. تجربه علمان ساحه با دولت های رشد کرده جهان موجب آن می گردد که تکنولوژی جدید تشکیل گربخانه ها را آموخته بازار داخلی را با سبزوات تر و تازه فراوان نمایند. در دهات نوبهار ناحیه کشانیان در خوجگی دهخانی به نام امام اعظم در مساحت بیشتر از یک گکتر چنین گربخانه های بزرگ را تشکیل کردند که علاقه سمره مهنت دهخانانش به چشم نمایان است. یک هفته باز به جمع‌آوری حاصل بادرینگ شروع کرده هر یک کیلوگرم آن را با ارزش 20 سومانی پیشکش خریداران می‌گردانند. در این گرمخانه های وسیع پمیدار، بادرینگ، قلمفور بلغاری، قلمفور تیز، بایمیجان و دیگر نوع زراعت پرورش کرده می‌شود. این طرز استحصالات
در تأمین ارزانی و فراوانی بازارهای ناحیه کوشانیان و مرکز ولایت ختلان مساعدت فعال میکند.